داستان خر دردمند و گرگ نعلبند. روزی روزگاری یک مرد روستایی کولهباری روی خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود. خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار و در صحرا پای خر به سوراخی رفت و به زمین غلتید. بعد از اینکه روستایی به زور خر را از زمین بلند کرد، معلوم شد پای خر شکسته و دیگر نمیتواند راه برود. روستایی کولهبار را به دوش گرفت و خر پا شکسته را در بیابان رها کرد و رفت. خر بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر میکرد که یک عمر برای این بی‌انصاف‌ها بار کشیدم و حالا که پیر و دردمند شده ام مرا به گرگ بیابان می سپارند و می روند. خر با حسرت به هر طرف نگاه می کرد و یک وقت دید که راستی راستی از دور یک گرگ می بیند. گرگ درنده همین که خر را در صحرا افتاده دید خوشحال شد و فریادی از شادی کشید و شروع کرد به پیش آمدن تا خر را از هم بدرد و بخورد. خر فکر کرد اگر می توانستم راه بروم دست و پایی می کردم و کوششی به کار می بردم و شاید زورم به گرگ می رسید. اما حالا هم نباید ناامید باشم و تسلیم گرگ شوم. پای شکسته مهم نیست. تا وقتی مغز کار می کند برای هر گرفتاری چاره ای پیدا می شود. نفشه ای کشید، به زحمت از جای خود برخاست و ایستاد، اما نمی توانست قدم از قدم بردارد. همین که گرگ به او نزدیک شد، خر گفت: ای سالار درندگان، سلام. گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت: سلام، چرا اینجا خوابیده بودی؟ خر گفت: نه خوابیده بودم، بلکه افتاده بودم، بیمارم و دردمندم و حالا هم نمی توانم از جایم تکان بخورم. این را می گویم که بدانی هیچ کاری از دستم بر نمی آید. نه فرار، نه دعوا و درست و حسابی در اختیار تو هستم. ولی پیش از مرگم یک خواهش از تو دارم. گرگ پرسید: خواهش؟ چه خواهشی؟ خر گفت: ببین ای گرگ عزیز، درست است که من خرم، ولی خر هم تا جان دارد جانش شیرین است، همانطور که جان آدم برای خودش شیرین است. البته مرگ من خیلی نزدیک است و گوشت من هم قسمت تو است. میبینی که در این بیابان دیگر هیچ کس نیست. من هم راضیم، نوش جانت و حلالت باشد، ولی خواهشم این است که کمی لطف و مرحمت داشته باشید و تا وقتی هوش و حواس من به جاست و بیحال نشدم در خوردن من عجله نکنی و بی خود و بی جهت گناه کشتن مرا به گردن نگیری، چرا که اکنون دست و پای من دارد می لرزد و به زور خودم را نگاه داشتم و تا چند لحظه دیگر خودم از دنیا می روم. در عوض من هم یک خوبی به تو می کنم و چیزی را که نمی دانی و خبر نداری به تو می دهم تا با آن بتوانی 100 تا خر دیگر هم بخری. گرگ گفت: خواهشت را قبول می کنم، ولی آن چیزی که می گویی کجاست؟ خر را با پول می خرند نه با حرف. خر گفت: صحیح است، من هم طلای خالص به تو می دهم، خوب گوش کن. صاحب من یک شخص ثروتمند است و آنقدر طلا و نقره دارد که نپرس، و چون من در نظرش خیلی عزیز بودم برای من بهترین زندگی را درست کرده بود. آخر مرا با سنگ مرمر ساخته بود. طویله ام را با آجر و کاشی فرش می کرد. توبره ام را با ابریشم می بافت و پالان مرا از مخمل و حریر می دو و به جای کاه و جو همیشه نقل و نبات به من می داد. گوشت من هم خیلی شیرین است. حالا می خوری و می بینی. آن وقت چون خیلی خاطرم عزیز بود، همیشه نعل‌های دست و پای مرا هم از طلای خالص می ساخت. و من امروز تنها و بی اجازه به گردش آمده بودم که حالم به هم خورد. حالا که گذشت، ولی من خیلی خر ناز پرورده‌ای هستم و نعل‌های دست و پای من از طلاست و تو که گرگ خوبی هستی میتوانی این نعل‌ها را از دست و پایم بکنی و با آن 100 تا خر بخری.
بیا نگاه کن ببین چه نعل‌های پرقیمتی دارم. گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند. اما همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست. گرگ از ترس و از درد فریاد کشید و گفت عجب خری هستی. خر گفت عجب که ندارد، ولی میبینی که هر دیوانه در کار خودش هوشیار است، تا تو باشی و دیگر هوس گوشت خر نکنی. گرگ شکست خورده ناله کنان و لنگان لنگان از آنجا فرار کرد. در راه روباهی به او برخورد و با دیدن دست شل و پوزه خونین گرگ از او پرسید ای سرور عزیز، این چه حال است و دست و صورتت چه شده؟ شکارچی تیرانداز کجا بود؟ گرگ گفت شکارچی تیرانداز نبود، من این بلا را خودم بر سر خودم آوردم. روباه گفت خودت؟ چطور؟ مگر چه کار کردی؟ گرگ گفت هیچ، آمدم شغلم را تغییر بدهم و این طور شد. کار من سلاخی و قصابی بود، زرگری و آهنگری بلد نبودم، ولی امروز رفتم نعلبندی کنم. دوستان جان، ممنون که تا این قسمت از ویدیو ما رو همراهی کردید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و اون رو برای دوستان علاقه من به داستان و حکایت به اشتراک بگذارید. راستی، سابسکرایب کردن کانال وقت شما رو نمیگیره ولی کلی انرژی به ما میده. پس کانال زنگ قصه رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فعال تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشه. تا حکایت دیگه، بدرود.